اجلاس میاندوره‌ای شورای ملی مقاومت ایران در آستانه نمایش انتخابات رژیم ورشکسته آخوندی. اجلاس میاندوره‌ای شورا رو امروز با نام شهیدان قیام و مقاومت ایران در این سال آغاز می‌کنیم. به یاد فرزندان شورشگر ایران از جمله محمد قبادلو، میلاد زهروند، کامران رضایی، علی صابر، میثم چندانی و ایوب کریمی و سایر قهرمانانی که به شهادت رسیدند میستیم و یک دقیقه دست میزنیم. سال 1402 به پایانش نزدیکه. تمام روزهای این سال هر یک از خون فرزندان ایران زمین که به دستور شخص خامنه‌ای به زمین ریخته شد سرخ فام و گلگون است. خامنه‌ای از ترس قیام و شورش و اعتراض مردم به این جنایت‌ها پناه می‌بره، اما نمی‌تونه اراده جوانها رو جلوش بیسته و نمیتونه مانع از سرگیری قیامها و نهایتاً سرنگونیش بشه. در ماهای اخیر رو در روی در واقع از یک طرف جبهه خلق و ضد خلق و از طرف دیگه بسیج جنگ افروزان رژیم در منطقه ابعاد جدیدی به خودش گرفته که باید گفت در چهار دهه گذشته کم سابقه است. اون چی که اتفاق افتاده اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. من تلاش میکنم به سرفصل‌های اون اشاره کنم، چون در حین بحث به اونها احتیاج داریم. اول اینکه جنبش مقاومت ایران در سال 1401 و به ویژه قیام 1401 از نظر سیاسی و اجتماعی جهش کرد به یمن فداکاری کانون‌های شورشی
و تلاش های این مقاومت. نکته دوم این که به رغم همه این خفقان و سرکوب ها، اعتصاب ها و اعتراض های سراسری ادامه داره، از بازنشستگان، کارگران، کشاورزان، معلمان، پرستاران و سایر اقشار. البته رژیم پاسخ همه اینا رو از یک طرف با سرکوب میده و از طرف دیگه با غارت هرچه بیشتر اونها. از وضعیت وخیم اقتصادی بگین که هر روز داره با چاپ اسکناس بدون پشتوانه وضعیت اقتصادی رو کاملا در هم میریزه و شرایط رو بحرانی تر میکنه، تا اخاذی بیرحمانه مالیات ها در تمام میدان ها و همچنین به گرسنگی کشاندن میلیون ها نفر از مردم ایران. نکته سوم، رو آوردن رژیم به جنگ افروزیه. مثل همیشه وقتی که رژیم در مقابل تضادهای داخلی به خصوص مردم و قیام اونها دوچار مسئله و بنبست میشه و میترسه و وحشت داره، پای دیگرش که کارش رو براش سهل میکنه عبارت است از جنگ افروزی در منطقه. این گریزگاه قیام و سرنگونیه و ما میبینیم که اونچه که واقع شده حوادثی در پیش داره که از جمله روی سرنوشت خود رژیم بیشترین تأثیر رو داره. این جنگ فکر میکنم قبل از همه انتظارات واهی همه مماشاتگرا رو که میشه با این رژیم بالاخره در هر شرایطی به نتیجه رسید، اون رو نقشه برآب کرد و در واقع در یک جمله بعد گفت سیاست مماشات در بنبست و مواجهه با یک شکست کامل شده. اونها هم ننگ و داغ پاداش هایی که سیاسی، نظامی، امنیتی به رژیم دادند الان بر پیشانی دارند، یعنی نه تنها به نتیجه نرسیدن، به عکس اون رو تشویق کردن که در چنین میدانی بتونه بدون محابا پیش بره. اما واقعیت اینه که فکر میکنم دیگه زمان اون گذشته که خامنه‌ای بتونه با این جنگ افروزی ها رژیمش رو از سقوط نجات بده. دیگه نمیتونه با توسل به پهباد و موشک و خودش رو از این مجموعه تضادهایی که درش افتاده نجات بده. دجال‌بازی خامنه‌ای بر سر فلسطین نمیتونه واقعا خنجر زدنها و خیانتهای رژیم به مردم فلسطین و همچنین سازمان آزادی بخش فلسطین از زمان یاسر عرفات تا امروز رو بپوشونه. در هر حال باید گفت که مطامع ضد بشری خامنه‌ای خلیفه ارتجا پایانی جز شکست نداره، یعنی در یک جمله بازنده استراتژیک این صحنه کسی جز رژیم نیست. نکته چهارم این که از نخستین روز شروع این جنگ، یعنی در 15 مهر، مسئول شورای ملی مقاومت ایران تاکید کرد که پیوسته گفته ایم و تکرار میکنیم هر کس که در خاورمیانه صلح میخواهد باید سر ما را که امانا فاشیسم دینی حاکم بر تهران است هدف قرار دهد و در موضوع فلسطین از رئیس محمود عباس، ریاست دولت فلسطین و سازمان الفتح و خواسته های بر حق آنها در مورد مردم فلسطین حمایت کامل و جامع به عمل بیاورد. این در واقع موضوعی بود که در همون ابتدا مسئول شورا با صراحت اعلام کرد و حالا مردم و دولت‌های منطقه و جهان به این حقیقت اساسی گواهی می‌دهند که مقاومت ایران از روز اول بر اون دست گذاشته و تاکید کرده و افشا کرده و اون که منشأ جنگ افروزی و تروریسم در منطقه استبداد مذهبی حاکم بر ایران است. و برای مقابله با این رژیم جهان باید مبارزه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم رو، به ویژه نبرد جوانان شورشگر در مبارزه با
سپاه پاسداران ضد مردمی رو حمایت کنند. در همین اوضاع ما شاهد نمایش انتخابات مجلس و خبرگان ارتجا هستیم، یعنی نمایش رسوای یک استبداد دینی و یک باند جنایتکار به نقطه رسیده که از هر طرف که رژیم تلاش میکنه نمیتونه اون رو جمع جور کنه. حالا وفادارای رژیم حکومت خودشون رو اندک سالاری مینامند، این اصطلاحی که خود حامیان این رژیم به کار میبرند، و از اون طرف تا اونجا که به مقاومت و شورای ملی مقاومت برمیگرده بسیار روشنه که از فردای 3 خرداد ذره مشروعیت برای انتخاباتی که این رژیم برگزار میکرد هیچگاه قائل نبود، و همه این نمایش های انتخاباتی رو در واقع یک بازیچه و ملعبه‌ای دست خود حاکمان رژیم میدید برای اینکه بتونن عمر حکومتشون رو بیفزایند. و کاندیداها هم خیلی سریع این مقاومت خائنان به ایران و ایرانی مینامید. اما در واقع افلاس سیاسی بی سابقه نمایش انتخابات این بار همه این خیانتکاران رو افشا کرد، کسانی که شرکت در انتخابات رو ترویج و تبلیغ می کردند همه اونها الان بور و کور و نادم و پشیمان هستند. باز در این دوران کاندیداهای در واقع باند موسوم به اصلاح طلب رو میبینیم که چگونه همه اونها رو تسلیه کرد، در واقع در این میدان هیچ چیز کم نگذاشت. هدفش هم اینه که بتونه یک حکومت یک دست به دست بیاره تا بتونه خطوطش رو پیش ببره، از جمله جنگ هایی که میخواد خارج از مرزهای ایران پیش ببره و طبعا عواقب گسترده‌ای برای اون داره. اما بحران‌های رژیم که با قیام مردم بسیار بسیار عمیق‌تر شده، خامنه‌ای رو به این نتیجه رسونده که حتی باید بخش‌های زیادی از باند خودش رو هم تو این دوران از انتخابات تصفیه کنه. در نتیجه این بار نمایش انتخابات به بازی درون بیت خامنه‌ای و افراد هول و هوش اون محدود شده، یعنی باندها و خرد باندهای نظامی و امنیتی در هول و هوش بیت این ولایت فقیه. خامنه‌ای تلاش میکنه که نظام خودش رو با سرکوب هرچه بیشتر از آتش قیام و مقاومت حفظ کنه، و دستش برای جنگ افروزی و تروریسم و مداخله در کشورهای دیگه بازتر باشه، غافل از اینکه نتیجه اون شکنندگی هرچه بیشتر برای این رژیمه. بنابراین در مورد انتخابات در این رژیم نامشروع رأی مردم ایران سرنگونی رژیم آخوندیه و رأی دیگری ندارند. و باید تأکید کنم که شورای ملی مقاومت و همه اعضا و حامیان اون در داخل و خارج بر تعهد خودشون بر سرنگونی این رژیم و محقق کردن خواسته مردم برای آزادی ایران از شر این جانیان هرچه بیشتر پا می فشارند، تلاش می کنند و تعهدات خودشون رو بالا می برند. و همچنان که بارها گفتیم خواسته این شورا بر پای یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری برای ملیت‌های ستم زده و یک ایران غیر اتمیه. و در انتها میخوام مجدداً خواسته مسئول شورا رو در واقع تکرار کنم اینجا که خواسته مردم ایران هم هست، و اون که در این رژیم جایی برای انتخاب نیست و زمان انقلاب است. زنده باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران. درود بر همه شما.